برای برنامه امروز چه مطالب جالبی رو برای شما بینندگان عزیز این برنامه تدارک دیدن. درودی بر شما. درود بر شما استاد سیروس شرف‌شاهی، روز شب خوش. درود دارم به برادرم مهندس شجره و مرجان جان گرامی و کارگردان برنامه و همه مهمانیارانی که در سراسر جهان نشستن و ما رو میبینن. حالتون چه درست است سیروس شرف‌شاهی؟ بی بعد نیستیم، زنده ایم، شکر میکنیم. شما رو دعا میکنیم آقا. دعا دعای آخوندی نه، دعا دعای قلبی قربان. بله، این کار قشنگ رسولوف رو که آقای دکتر قرقوزرو شرحش دادن واقعا درسیست که همه عزیزان باید بگیرن. خیلی قشنگ آرتیستی از مملکت فرار کرد این آرتیست سازی که با عباس کیارستمی کار میکرد. یاد عباس کیارستمی عزیزم بخیر. عباس کیارستمی خودش به تنهایی استاد سیروس شرف‌شاهی یه مدرسه داشت از سینما و سینماگری و خیلی از بچه ها واقعا تو تشکیلات فردی عباس کیارستمی آموزش یافتن، پرورش یافتن. و سینما ایران استاد سیروس شرف‌شاهی به دو بخش تقسیم میشه. یکی بخش بیشرف هرزه هوادار نظام تازی بنی هاشم و یکی دیگه سینمای آگاهی بخش، روشنگر و جنجالی. این نکته ای که رسولوف، آقای رسولی باید بگیم چون رسولوف نیاکان ایشان افی بودن، علی افینا طرف های کشورهای تا جمهوری شوروی سابق. آقای رسولی عزیزم نیز در همین فیلم مثل فیلم های دیگه که در ایران ساختند و میسازند که به مردم استاد شرف‌شاهی آموزش میده که چگونه میتوان با این رژیم نبرد کرد. فیلم های زیادی در ایران ساخته شده، بارها ما اینجا گفتیم، یه چیزاش هم نشون دادیم که در این فیلم ها نشون داده میشه و آموزش داده میشه به مردم ایران که چطوری شورش کنن، چطوری با این سادات تازی حاکم و آخوندها برخورد متقابل کنن همونطور که اینا برخورد میکنن. و حتی دو سه تا فیلم اخیرا ساخته شد که قاضی که شوهر زنه رو مثلا حکم اعدام داده بود رو زنه میکشه و نمونه‌های دیگه بسیار. و یا اینکه به بهانه‌های اینها صدر اسلام رو نشون دادن و کشتاری که تازیان در ایران کردن و تشکیلات و حتی سازماندهی که ساختن با پولهای هنگفت و بادآورده، مثل همین الان که پولهای هنگفت و بادآورده مصادره شده خود ما رو از زمان محمدرضاشاه تا الان دارن خرج استقرار و تثبیت همین نظام پلید میکنن. اون موقع هم مثلا در مسافر ری استاد سیروس شرف‌شاهی ما میبینیم که در مسافر ری چگونه تشکیلات بنی هاشم و سادات تازی با پولهای هنگفت میلیاردی و به زنجیر کشیدن دختران ایرانی به عنوان کنیز و مردها برده معامله میکنن و بیزنس میکنن و تا ری سفر میکنن و شهرهای دیگه میرن و بعد در همون هنگام است که خرمدینان دارن نبرد و مبارزه میکنن و نبرد خرمدینان رو نشون میده در این فیلم. رضا رویگری عزیزم که امیدوارم حالش خوب باشه نقش یکی از رهبران خرمدین رو بازی میکنه و جمشید آریا نقش یک تازی رو. و فیلم خیلی جالبه، یعنی فیلم واقعا جالبه. و داریوش ارجمند اونجا به عنوان یه رهبر حزب مخفی تازی دیده میشه که میلیاردها حالا دلار و موقع دینار در اختیارش هست که سر تا سر ایران سفر میکنه و نیرو و تشکیلات میسازه و همینها موجب میشه که قاتلان یعقوب لیث صفاری در چند کیلومتری آرامگاه یعقوب لیث سیستانی برایشون امامزاده میسازن ولی بارگاه یعقوب لیث خرابه میمونه و مردم ما نمیدونن که اون امامزاده ای که عبدالله در اون دسفول میرن
این قاتل هزاران هزار ایرانی است و به ویژه با یعقوب لیث سیستانی جنگیده و غیره و غیره. البته به تازگی استاد سیستان شرفشاهی اینها پی بردن که توریست ایران و آثار تاریخی ایران یک طلای دیگه است، یک طلای باستانی است، دارن الان به این فکر افتادن که ازش بهره مالی ببرن و میبرن و زرقامی که مسئول گردشگری ایران هست رفته به بازسازی همین جاها و حتی من دیدم که بارگاه یعقوب لیث صفاری هم بازسازیش کردن و الان خوشبختانه اینجا اینو به شما بگم استاد سیستان شرفشاهی که بارگاه یعقوب لیث سیستانی رو مردم بیشتر از اون امامزاده عبدالله سابق و یا امامزادهای دیگه میرن، همچنان که در نوروز امسال نشون دادن که رفتن به جایگاه های باستانی ایران براشون با ارزشتر بود تا اینکه برن به بارگاه تازیان. این خوشبختانه رسانه ها و شبکه های اجتماعی نقش بسیار مهم میداشتن تو این سال ها، خصوصا همین تلویزیون پارس برادرم امیر شجره نقش مهمی تلویزیون پارس داشته برای بالا بردن رشد فکری جامعه ایران. مثلا چند سال پیش من در این برنامه نشون دادیم که آرامگاه یعقوب لیث خراب است، دیوارش هم فرو ریخته بود، اون گنبدش که مثل کلاه میترام هست شکسته شده بود و غیره. تر همین قضیه در تلویزیون موجب شد که ترمیم بشه و مردم اینو بخوان و خواستن. الان خواست مردم استاد شرفشاهی، رژیم مجبور بهش اهمیت بده چون رو به تزلزل و سرنگونی است. برای جلوگیری از سرنگونی خودش سعی می‌کنه که بخشی از جامعه رو راضی کنه و واقعا جنگ تازی و آریایی در ایران روزمره شده استاد سیستان شرفشاهی. یه عکسی داریم که مربوط میشه به همین مجریان درگیری اژه‌ای در رابطه با توماژ صالحی عزیزم. همچنان که ما دو هفته پیش اینجا مطرح کردیم که در یک جلسه خصوصی که نه خصوصی، یک تعداد آدم بودن، رئیسی شدیداً پرخاش کرده بود بین محسنی اژه‌ای که به عنوان رئیس قوه قضاییه حکم توماژ صالحی عزیزم که هم توسط رهبرشون لغو شده بود و هم توسط دیوان عالی کشور لغو شده بود، این یه حرومزاده قاضی بیاد اون کارو بکنه. بعد من گفتم رئیسی اینو گفته که به خاطر اینکه اژه‌ای مخالف این هست، رئیس قوه قضاییه کارشکنی ها رو میکنه که آبروی اژه‌ای رو ببره، یعنی آبروی اژه‌ای آبروی رئیسی رو ببره. اینها استاد سیستان شرفشاهی نمیدونن که آبروی رئیسی و مئیسی نیست، آبرو کل نظامشون میره. الان پشتیبانی و حمایتی که از توماژ صالحی شد و این عکسی که ملاحظه میفرمایید ثابت میکنه همون سخنی که ما اینجا گفتیم دو هفته پیش، هفته پیشم بهش اشاره داشتم که اینجا محسنی اژه‌ای خودش میگه که واقعا در پی اونطور که اینجا نوشته شده در پی افشای انتقاد شدید رئیسی به اژه‌ای در برنامه سیروس شرفشاهی، قوه قضاییه قاضی پرونده توماژ صالحی را احمق و نادان خواند. استاد سیروس شرفشاهی اینو دیگه بعداً همین عکس و اینایی که ببینید رسانه‌های تو ایران منتشر کردن که واکنش محسنی اژه‌ای درباره حکم توماژ که اونجا بعد از برنامه‌ای که با شما رفتیم دو هفته بعد اینجا نطق بزرگی کرده اژه‌ای که در این نطق کلن میخواد خودش رو تبرئه کنه و بگه که این یک قاضیه این کاری کرده، ولی کل قضات رو میبره زیر سلامت سوال، میگه کلیه مراجع به ویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری، دادستان ها در سراسر کشور، میخوام بهتون بگم، تاکید کنم بهتون که احمق های بیشور اینا احمق هاش نذاشتن که شعور داشته باشید، ذکاوت داشته باشید، دیپلماسی داشته باشید، در احکامی که میدید، حکمایی که صادر میکنید، آبروی نظام رو نبرید که رئیسی فکر کنه من این کار کردم. یعنی استاد چیز سه شرفی وقتی من اینو
میخوندم واقعا میخندیدم که این نظام به چه بلاهت و فلاکتی افتاده، چون اونجا رئیسی حرف دیگه که زده بود گفته بود یارو محسنی اژه‌ای رماله و رمال درمانی میکنه، یعنی جنگ عمامه ها رو اگه حساب کنیم اون با این، چون همین محسنی اژه‌ای که رئیس قوه قضاییه ولایت فقیه هست که میاد میگه این قاضی خودش از پیش خودی کار کرده، خودش از اون قاضی خرتره، به خاطر اینکه این چند وقت پیش مریض بود آقای شربشایی، حالش وخیم بود این محسنی اژه‌ای، الاغ آقای محسنی اژه‌ای الاغ به جایی که بره دکتر بدیم بره مداوا بره خودش بیمارستان نشون بده، رفته بود پیش این رفیق همه بچه لس آنجلس میشناسنش دکتر علی اکبر اکبری که این انرژی میده، این انرژی پیش من هم میداد اینجوری قاشق و یه دلا میکرد اون سالا، حالا رفته پیش این اون دفعه عکسش نشون دادیم که اون اینو مداوا بکنه بیماریش رو، نکنه جنی شده بوده جن رو. یعنی شما ببینید چه نظامی، چه افرادی، چه واقعا عذر میخوام آقای استاد تیوس شرف شایی اینا باید گفت منبال تنز، الان دیگه نمیدونم دوستان حتما اینستاگرام و اینا رو میبینن یا تیک تاک و اینا، الان دیگه اون واژه‌ها و کلامی که ما سابقه استفاده میکردیم مثلا خیلی بدتر و خیلی رکیکترش رو به این نظام و آخونده و همه دخترا میان میگن، زنا میان میگن و پخش میشه، یعنی دیگه به قول فولادوند عزیز میگفت که وقتی که شما سالها به ما تجاوز کردید، سالها ما رو کشتید، سالها ما رو قتل عام کردید، تا همین امروز صبح دختر من و دختر ایرانی رو گرد آفرید ما رو با مشت گرفتی کوچک زدی که سوار ماشین کنی ببرش برای چهار راخمو، با بعد این دختر مقاومت میکنه به زور میندازیش تو پشت سرش استاد سیاسه شرف شو اینا، چون شرم‌آوره من نذاشتیم که ببینیم پشت سرش فرمانده اون پاسوان فرماندهش که یا سرگرد یا سروان، به این درجه دار که درجه در اینجاش میگه آقا نزن نکن، میگه دارم امر به معروف میکنم، دارم امر به معروف میکنم، خب مملکتی که تا این حد بیشرف هستن که رهبرشون توماج سالی رو میبخشه، حالا رهبر جنایتکار رو نه همه جای خودش توماج رو میبخشه، رئیس دیوان عالی کشور حکم رو لغو میکنه، باز نمیان دوباره آقا افسر پشت سرشه میگه نزن نگیر نبر، فوش میده به رئیسش که پشتشه رئیسش، این چه مملکتیه؟ یعنی تو خودشون استاد سیروسش، یعنی به یک توف بنده این نظام، اگر مردم عزیز من این مردم آریایی این مردم نسل فرهیخته اگر برخیزند همه این اقتداری که ایران داره محفوظ میمونه، ثروت‌های ملی ما رو که اینا غارت میکنن بهشون برگردونده میشه، ولی این نظام میره، یعنی کله ها میرن، ما نمیخوایم 5 میلیون کارمندای نظام جمهوری اسلامی یا 10 میلیون رو بعدن سر ببریم، پرنس رضا پهلوی هم دوباره گفت فقط یک چند صد نفر اینهایی که جنایت کردن و در کادر بالای رهبری بودن اینها مجازات میشن، برای همین نترسید مردم، الان خود نیروهای پلیس و اینها با شما هستند، خود قوه قضاییه توش اینقدر آدمای با شخصیت هست، من اینجا صحبتای یکی از پایوران خود نظام براتون چند وقت پیش پخش کردم که میگه فقط 2-3 تا قاضی هستن که اینا رو ولی فقیه نشونده که اینها که حکم اعدام اینا میدن، بقیه هر کسی رو که میگیرن به خاطر بی حجابی به خاطر نمیدونم چه بخواد ولشون میکنن. مردم بدانید که مردم ایران اکثریتشون در هر پست و ارگانی که هستن با شما هستن، ولی یک مش دزد و اختلاسگر استاد شرفشه یه فیلم داریم خیلی قشنگه اختلاس اسمش، یه بچه خیلی کوچولو دیگه ببینید فضاحت اینا به کجا رسیده، یه فرزند دلیر آریایی باباش ازش امتحان میگیره قبلی که فردا بره مدرسه برای امتحان گرفتن، میگه خب بابا جان اصول دینه بگو که فردا میریم امتحان داری امتحان تعلیمات دینی داری قبول میشه، این پسر شروع میکنه به اصول دین گفتن، نمیدونم کارگردان برنامه
این فیلم این آقا پسر آماده دارن که با هم ببینیم. یعنی شما ببینید بچه استاد سیروس شرفشاهی فرزند 10 ساله از پدرش گستاختر، شجاعتر و البته این در همون خانه پرورش پیدا کرده. و البته ایشون دکتر کمال جعفری هستن. اون فیلم دیگر اگه اولا بذاریم اینو بعدش میذاریم. این بچه در دامان پدری پرورش پیدا کرده، مادر بله کرده، که این رو یاد گرفته که آقا اختلاس و دزدی مثل فحشا، مثل خیلی های چیزی توی اصول دین این نظام جمهوری اسلامی وارد شده. این خیلی قشنگ استاد شرفشاهی، با هم ببینیم. مرسی از کارگردان برنامه. عرفان اصول دین رو نام ببر. توحید، نبوت، نبوت، عدل، امامت، اختلاص. اختلاص جز اصول دین نیست؟ چرا اختلاص؟ تو کتاب ها هست شده ولی مسئولان با تقوا بهش عمل می کنند. آره ببینید استاد شرفشاهی، یه بچه خودش هم چهرهش نشون میده، با خانوادهش نشون میدن، از هیچ کس و هیچ چیزم نمیترسن. بعد یارو تو لندن و پاریس و لس آنجلس نشسته میخواد یک نقد بکنه، نقد جمهوری اسلامی بکنه، 5 تا اسم مستعار رو چه قایم. این نسل شجاع آریایی است که این فیلم دیگه مربوط میشه به دوست نازنینم دکتر کمال جعفری یزدی. این عزیزم که خودش جنگ رفته است و خودش جزو معلولین جنگی است و برادرش از ایشون چیزتر بود، برادرش کشته شد در جنگ، کشته شد و 1 سال قبل از اینکه اصلا بره جنگ من اومد مشهد بودم اون موقع، هنوز دیدم برادرش رو. یه پسری که سرشار از عشق به میهن بود، مثل تمام اونایی که رفتن به جنگ در برابر اعراب و صدام حسین مقاومت کردن. حالا این دکتر کمال جعفری یزدی استاد سیروس شرفشاهی بعد از جنگ و اینا اومده درس خونده، استاد دانشگاه شده، همه شما میشناسینش، جز اون 14 نفری است که اون نامه رو به خامنه‌ای نوشتن و اینا. هر رفته زندان، هی میره زندان، هی بیاد بیرون، مثل تبرزدی، مثل دیگر بچه‌ها که هی میرن زندان، هی میان بیرون، اسم عمرشون تو زندان بودن. ببینید این نازنین، این دکتر عزیز از زندان اومده بیرون استاد سیروس شرفشاهی، یه راست رفته سر خاک شهیدان و جانباختگان راه آزادی ایران و ببینیم چقدر شجاعانه صحبت میکنه. وقت تو خارج از کشور من نشستن میترسن یه زری بزنن، یا تو همون داخل کشور بچه هاشونو میزنن میکشن، میترسن که بیان یک کلمه حرف بزنن جلو دوربین. دکتر کمال جعفری عزیزم رو میبینیم استاد سیروس. تو که فکر میکنی اگر متوجه بشه که چی به سر آرماناش اومد چه احساسی پیدا میکنه؟ اگر شهدای ما زنده بودند اسلحه‌شون رو به طرف مسئولین این رژیم خونخوار میگرفتن. به خاطر انبوه دروغ‌ها، دزدی‌ها، جنایت‌ها، کور کردن چشم بچه‌های مردم، جوانای مردم حق دارن بیان تو خیابون، حق دارن اعتراض کنن. اگر غیرت این بچه‌ها بود، همیت این بچه‌ها بود، دمار از روزگار علی خامنه ای در می آوردن، اسلحه شون طرف علی خامنه ای می گرفتن، علیه سرداران دزد سپاه می گرفتن، خونها اینا رو پامال کردن. اینها پاکترین بچه هایی هستند که مادر نخواهد زایید. اینها مدافع ناموس مردم بودن، نه که یک مش حرومزاده تو خیابون به نام نیروی افتضاحی و فاتی کماندو برای تارموی بچه های مردم گیر بدن. جوان مردم آینده نداره، میاد تو خیابون حق من چی شد، میکشنش. بعد به دروغ میگن خودکشی کرد، به دروغ میگن نمیدونم چنین شد. تک تک آدم هایی که کشته شدن شاید بالغ بر 1 میلیون تو 45 سال توسط این رژیم کشته شد و نمیتونن انکار کنن. این رژیم جنایتکار است. یکی از دلایلی که ما ایثارگران متنفریم از این رژیم این است که این رژیم جنایتکار آدم کش است. ببینید استاد سیروس شرفشاهی، این کسی است که برادرش رو در جنگ از دست داده و خودش در جنگ بوده و معلول جنگی محسوب میشه، استاد دانشگاه هست و از کار بیکارش کردن، بارها به زندان انداختنش. این بچه ها این طوری هستند. بعد صدها، آقای شرفشاهی این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، صدها تن، حتی شاید بتونم بگم هزاران نفر،
از این بچه های جنگ که همشون سردار و افسر و درجه های بزرگ و بالایی هم داشتن و چه رشادت ها و شجاعت ها و گستاخی های در این جنگ نشون دادن، یا افرادی مثل مهدوی فر که از قواسان بود و غیره، اینها الان در ایران موندن و در ایران دارن فریاد آزادی رو میزنن. چندین هزار نفرشون استاد سیروسی شرفشاهی در یک صفحه تلگرامی و اینستا و اینا هستن، جمع شدن که فردی به نام منجزی اینا رو مدیریت میکنه. این منجزی من امکان داره با خیلی از عقاید این مسلمان ها مخالف باشم، کسانی که همچنان پایبند یک سری موارد دینی هستند در داخل ایران، ولی از نظر سیاسی سازمان دادن جنگاورانی که با صدام حسین جنگیدن، معلول جنگیان، الان نون شب ندارن بخورن و شجاعت دارن که مثل همین دکتر جعفری، مثل مهدوی فر میانو هر روز آقای شرفشاهی، استاد سیروس شرفشاهی، اینا رو کسی نمیبینه، نمیاد بخونه، هر روز این بچه‌هایی که در جنگ همه چیزشون از دست دادن و قهرمانی ها برای ما آفریدن، الان نون شب تو ایران ندارن بخورن، اینها فریاد آزادی ایرانی هستن. ما ازشون یاد نمی کنیم، ما ازشون به نیکی یاد نمی کنیم، همکنون نقل نمی کنیم گفته هاشونو. چرا؟ چون فقط امکان داره با 10% از عقاید اونا ما مخالف باشیم، با 20% از عقاید اونا مخالف باشیم، ولی اونها رو که دارن در داخل میهن آزادی رو فریاد میکنن و جان میدن، چون اکثرش اینا معلول جنگن، استاد سیروس شرفشاهی یه جای بدنشون نصفش هست نیست مصنوعی این حرفا. حالا نکته مهم استاد سیروس شرفشاهی، امروز ما سه‌شنبه هستیم، هفته دیگه که برنامه شما هست با مهری از دان پاک، سه‌شنبه روز مهمی است در تاریخ ایران، یعنی در تاریخ آزادی ایران و ستم و نابکاری تازیان. مجلس خران جمهوری اسلامی، همین خبرگان اینها میگن، هفته دیگه اول خرداد ماه تشکیل خواهد شد، یعنی این انتخاباتی که کردن و مجلس جدید انتخاب شد، اینا هفته دیگه تشکیل جلسه میدن روز سه‌شنبه اول خرداد با. آقای شرفشاهی، استاد عزیز، هدف اصلی اصلا کل مجلس خبرگان اینه که رهبر انتخاب کنه، کل مفخوری سالانه و چل ساله اینها همین رهبر انتخاب کردن. حالا این مفخورها روز اول خرداد هفته آینده اولین چیزی که در دستور کارشون هست انتخاب رئیس مجلس خبرگان و منشیش و معاونش و مزخرفات و پشتش جانشین رهبر. جانشین رهبر که تو این سال اعلامش خواهند کرد، توی همین خرداد انتخاب میشه و انتخاب که بشه اعلامش میکنن و مردم ایران کوروش آریامنش، سید رضا مظلومان، دکتر کوروش آریامنش، معاون وزیر آموزش و پرورش منوچهر گنجی بود و پیام ما آزادگان و پیشتاز این روشنگری اندیشه تفکر تازی ستیزی بود از خود ایران. یه حرف جمله قشنگی داره استاد سیروس شرفشاهی، میگفت که تا آخرین روزی که یک مدیر در ایران باشه که مدیر تازی بنی هاشم باشه، شما فکر نکنید که ایران آزاد خواهد شد. اون موقع ها میگو الان هم اینا رهبری رو که بیان یک آخوند سیدی رو، تازی رو، از دوتایی که گفتم من قبل، از این دوتا یکی رو انتخاب میکنن و اعلام میکنن بیان بکنن، دیگه شما مردم بدانید که دنیا چون از قبل اینا خوب میخوره، اینا رو نگه میداره و شما باز زیر فشار و سرکوب خواهید بود و این همه جانفشانی عزیزان ما، این همه دلاوری ها، اینها باید از ایران مثل رسولوف یا خارج بشن یا تو زندان یا کشته بشن. و این بار ننگش با میلیون ها ایرانی است که خاموش و مرده، فقط نظارگر هستن که وقتی که دیروز دخت ایرانی رو با ضرب و
موکشیدن و بوکس یارو میزنه بهش پاسبانه پاسداری و بعد رئیسش میگه نزن، یک نفر نمیره اون طرف رو بگیره بزنه این دختر ایرانی رو نجات بده از شر اینا. که الان آقای شرفشوی من بگم در هیچ محکمه‌ای در جمهوری اسلامی قاطع میگم این رو بعضی نمیخوان بگم که چه اجازه نداره به خاطر بیهجابی کسی رو محاکمه کنه. این مسئله اصلا فسخ و نسخ شده و اینها فقط همین آتش به اختیاران فاشیستی هستن که اکثرشون که سهل تمامشون غیر ایرانی هستن، در ایران شما اومدن به دختران شما تجاوز میکنن، ثروت شما رو به غارت میبرن، قتل و جنایت میکنن، به حرف افسران خودشون و حرف فرماندهان خودشون که ایرانی هن ایرانی میاندیشن نمیکنن، چون آتش به اختیار هستن. این مشکل آتش به اختیاری که اینا ساختن شما باید برای اونا بسازید، آتش به اختیار آریایی باشید. انسان یک بار زندگی میکنه و یک بار هست که سربلندی خودش رو باید نشون بده. ایرانی ققنوسی است که تا حالا مونده با گستاخی، با شجاعت، با سلحشوری، با دلاوری. مجید رهنورد باشید، کیان 9 ساله باشید، نیکا شاکرمی باشید، عباس محسن شکاری باشید. محسن چاقو رو گفت من تیز کردم رفتم بیرون، تو زندان گفت، تو زندان اعدامش میخواستم بکنم. بابای محسن شکاری، آقای شکاری، ننگ بر تو، هنوز داره عاشورا تاسوعا میگیره، هنوز داره شله میده، آش میده، هنوز داره حلوا برای ما رمضان میسازی. مرد از دیگر پدر و مادرها بیاموزید، خونخواه بچه هاتون بشید، خونخواه بچه هاتون که افتخار ایران بودن بشید. آقای شکاری و دیگران که سر با امین اللهی رفت تو مدرس، استاد سیروس شرفشاهی، امین اللهی بچهش روح الله رو با گله زدن کشتن، با گله زدن کشتن. افتخارش هست که مشاور خامنه ایه، حالا هم دیروز رفته تو پارلمان مجلس وکیل شدی. آقا خجالت بکشید، تا چقدر ظلم و ستم به خانواده خودتون، به بچه خودت. برای استاد چرفشایی ننگاور است این سرزمین و این مردم، بخشی که تازی اندیش هستن، نه اکثریت ایرانی، هرچند خاموش. بله، مشکل ما همینه دیگه، مردم فقط نظارگرن و رژیم هم مرتب طرح‌ها و برنامه‌های خودش رو پیاده میکنه و اجرا میکنه و سکوت هم که حاکمه بر مملکت، اینا نگرانی چیزی ندارن. امریکایی هم که مرتب میگن آقا ما همین رژیم به درد ما میخوره و اینو حفظش کردن، نگرش داشتن و یاریشو میدن. هزینه رفتن استاد شرفشاهی که اینا رو آوردن، هزینه رفتن که ارتش شاهنشاهی رو از بین بردن، جاش 4 تا شپشوی شلوار از پا افتاده رو آوردن گذاشتن، اون شوکت و عظمت رو از بین بردن. چرا؟ چون اینا رو آوردن. اینا کسانی هستن که آخوندار رو، بنی هاشم رو اینا تربیت کردن، آموزش دادن، آوردن که منافعشون رو. استاد سیروس شرفشاهی همیشه شعار اینها بوده، خارجی که دل زمانی است، شعار استعمار جهانی که الان دیگه اقتصاد جهانی باید گفت به جای استعمار جهانی، شعارشی بوده خر بذار سر کار، بعد خراتو بار کن از اونجای برو. این شعارشونه، خر بذار سر کار. وقتی خر بذاری سر کار که فرق ملیت رو ندونه، دین و خدا و پیغمبر اصلا ندونه چی هست. این بشری که الان اگر بچه کوچولی استاد چرفی، بچه کوچولی، شما ازش بپرسین دنیا چیه، از بینگ بانگ خبر داره، از این که این گله مذاب بوده، چرخیده، چی شده، ماهواره ها، سیاره ها، هستی و میلیاردها پلنتی که وجود داره خبر داره.
این یارو هنوز تو فکر اینه که این لاغ مو اگه بیاد بیرون خدا ناراحت میشه. خدا کیه اصلا؟ خدا کجاست؟ خود محمد زنش عایشه رو استاد سیروس شرفشهی محمد خانم عایشه رو میذاش روی دوشش، عایشه 9 سالش بود با ایشون ازدواج کرده بود، میذاش روی دوشش چون کوچولو ریزینام بود. بعد اینا خود مورخین عرب نوشتن و مسلمان، من قصه نمیگم. بعد میبردش تو بازار عکاظ، بازار عکاظ با بازار مکاره ها بود، اونجا شاعری بود، رمالی بود، شعبده بازی بود، اینا بود تو مکه. میبردش اونجا و این گیسوانش میافتاد دوربر محمد، محمد با این محمد، حضرت محمد، ما داریم اعلی حضرت محمد رضا شاه، اونا دارن حضرت محمد، یعنی محمد رضا شاه میگه من اعلی حضرت هستم، این یادتون نره. این با این زلفای دختر ابوبکر عایشه محمد بازی میکرد جلو مردم، جلو مردم. آقا نه تو تاریخاتون نوشته شده، تاریخ خودتون. وقت شما حالا به خاطر یک روسری که بچه من کلا سرش بکنه دختر آریایی من میزنید و میه، بعد مردم تماشا میکن. این چقدر ما بیشرفی استاد شرفشاهی، چقدر بلاحت که شما اینها رو تحمل کنید. همون حزب الله لبنان، همون یمن، همون جا دنیا رو که آفریقا رو که اینا پول میدن شیعه ساختنش، همشون لخت و پتی و سکسی و کنار دریا و رقص و آواز و برید ببینید. این یه بار دیگه گفتم آقای شرفشاهی، دوباره میگم، جولیا پتروس، جولیا پتروس هنرمند و خواننده مشهور لبنانی، یه دختر خانمه و ایشون مسیحیه، مسیحیه. جولیا پتروس رو برید چرش کنید بخونید. حسن نصرالله ترانه سرای ترانه های اوست. شما باور میکنین استاد شرفشاهی؟ حسن نصرالله ترانه سرای جولیا پتروس است و کنسرت هایی میزنن براش، حزب الله هم پولیشو میده، یعنی ایران پولیشو میده که ده ها هزار نفر شرکت میکنن. برید ببینید اون تو لبنان اینجور پولای ما رو خرج میکنید. وقت توی ایران ما یه خواننده بعد سالها برمیگرده اونجا میکشینش، یا دو لاخموی ما بچه ایرانی بیرون کتکش میزنید. ننگ باد بر چنین نظامی و مردمی که این نظام رو تحمل میکنه. استاد شرفشاهی بله، مشکل واقعا همینه، تحمل مردم در قبال اینجور اقدامات و مرتب همین مسئله باعث میشه که اینجور آخونده جلو میرن، پیش میرن، طرحهای تازه‌ای رو اجرا میکنن و میدونن که مشکلی براشون ایجاد نمیشه. و همینطور همیشه بارها گفتم، همین آقای بایدن، همین آقای دولت دموکرات ها میگن این حکومت ما میخواییم، برای اینکه اینه که برای ما در حال طرح‌ها رو در منطقه پیاده میکنن و مسائلی رو که ما میخواییم اینا دنبال میکنن. بله آقای دکتر، آقای شوربختانه، ما هرگز نباید چشم برای بیگانه باشیم، این رو همواره بایستی بدونیم. بیگانه هر کار میکنه برای منافع ملی میهنی خودشونه، همونطور که اونا برای پول ساختن برای مملکتشون هر کاری رو میکنن، حتی قربانی کردن افغان و ایرانی و عراقی و بوسنی و یهودی و و و و. ما باید بدونیم که فقط خود ما میتونیم. و امروز استاد شرفشاهی بگم ها، نسل نو و جوان ایران آریایی اصلا دیگه به پدر مادر خرمقدس و تازی پرستشون مؤمن نیستن، اصلا دیگه اینها رو باور ندارن. اکثری بچه های ما که کشته شدن استاد شرفشاهی، بچه های بیدن که خودشون زندگی میکردن، خرج زندگیشون رو خودشون در میآوردن، پدر مادر به اونا رسیدگی هم نمیکرده. یعنی برای همینه که شما ببینید ده ها هزار نفر تو این 45 سال کشته شدن، اعدام شدن. شما انگشت شمار مادرهایی مثل ستار بهشتی و نیکاشا کرمی رو اینا رو میبینید که بیان فریاد بزنن و مثل شیر بیشه و یاد کنن از قهرمانی فرزندانشون، همه خاموش مرده
و تازه خود رژیم الان ننگش میکنه، چون با اینا بعضیا مصاحبه میکنه، همین پیرزن پیرمرده سابق که همشون محمد سید اولاد پیغمبره و اولاد پیغمبر سید و حمد قلو الله بخون، دعای کمیل برو فلان برو، هنوز این خرافات 1400 سال تازی در تمام خون اینا عجین شده، ولی نسل نو امروز اون نیست استاد چرف شایی، و نسل نو داره خودش نشون میده و خواهید دید که با مهر یزدان پاک، با مهر یزدان پاک، با مهر یزدان پاک اینا جانشین رهبرم انتخاب بکنن، هر کار بکنن، ملت ایران آماده باشه که ایران رو پس خواهد گرفت. ملت ایران باید از مکنون استاد چرف شایی، اونایی که جونشون در خطره برای رفتن به ایران یه تعداد معدودی هستن، اونایی که جونشون در خطر نیست در ایران برای رفتن در ایران، برن پاسپورتاشون رو بگیرن، پاسپورتاتون رو بگیرید، آماده باشید که تا تق و لق شد نظام جمهوری پلیده اسلامی خواستید برید اونجا، چون تمام این دانش ها، ذهن ها، دستاورت ها، دلاوری ها، شورش ها است، تا چرف شوید باید بره اونجا پوف آخر رو و توف آخر رو بندازه که این نظام رو ببره و سربلندی ایران آریایی در جهان حفظ بشه. استاد سیروس چرفشایی، بله، در حال شما تصور میکنین این روزا مسئله تعیین جانشینی آسدعلی یه خیلی جدی شده و ممکنه به زودی اعلام بکنن که چه کسی هست؟ فکر کنین در اروپا اینا مسئله مطرحه و چه اسمایی اونجا در حال برای جانشینی آسدعلی خامنه‌ای برده میشه؟ استاد چرفشایی، خود اینها یعنی غرب پیشنهاد کرده به جمهوری اسلامی که هرچی زودتر جانشین رهبر انتخاب کنن چون اینا برنامه میدن به جمهوری اسلامی. اینا استاد چرفشایی یک اسراری هست، ای داد ای بیداد، اینا خودشون گفتن آقا جانشین انتخاب کنی که یک بار اگه کاری باری شد یه موشکی پوشکی رفت خونه علی خامنه‌ای زد، ما اینجا قرارداد مرادادمون الان آخه بعد جنگ اوکراین استاد چیز چرفشایی، نفت و گاز ایران تو جهان خیلی مهمه، به من و شما نمیگن، ولی الان دولت کنونی خیلی پولدار شده، دولت کنونی اینقدر پولدار شده با پولایی که الان داره و نمیگه و پنهان کرده که میخواد خرج تروریست جهانی بکنه و خرج همین تظاهراتی که میبینید الان دنیا رو اینا ضد یهود کردن، دنیا رو ضد یهود کردن. امروز نیکولا سارکوزی، برنارد هانلی لوی، آدمایی که مشهور هم میشن، اینا میان میگن آقا دیگه برای یهودیت مطرح نیست که محبوبیت، چون همه رو کردن که ضد یهودن. خب پولای من و شما بوده، دولت الان خیلی پول داره، داره نفت و همه جور میفروشه استاد سیروس چرفشایی، و اینها میترسن که یک موشکی بخوره به مجلس خبرگانی و ولایت فقیه و پارلمانی و جایی، بعد یه مملکت بی صاحب بشه، جانشین رهبر باید باشه. خود اینا پیشنهاد کردن، به خاطر همین من عرض کردم که هفته آینده اینها سه شنبه تشکیل میدن و تا کنون دو نفر رو اینا انتخاب کردن به عنوان چیز که حتی پیش خامنه‌ای هم بردن، یکیش مجتبی خامنه‌ای است، یکی ابراهیم رئیسی. اعلام کرد یکی از اینها، اینا بازیست مردم گول نخورید، یکی از اینا اعلام کرد، مدرسی از اعضای خبرگان چند وقت پیش اعلام کرد که ما رفتیم پیش خامنه‌ای بهش اسمال دوتا رو که دادیم، گفته نه مجتبی رو خط بزنید. این کلکه، این درست مثل همه حرف علی خامنه ای، چوماج سالیر میگه من بخشیدم، از اون میگه بگیرنش، میاد میگه که نه ما که فلانه، از اون میگه فلان. اینه که این دوگان سخن گفتن سید علی خامنه ای رو دیگه دنیا فهمیده. اینا اوجو میگم ببین آقا اگرم خبرگان رای داد، یا مثلا رفقای قدیمشو که با اردنگ انداخت بیرون، مثل لاریجانی ها و فلان و اینا که اینا رد صلاحیت کرد، من شورای نگهبان بدون نظر خامنه‌ای میاد اینا رد صلاحیت کنه، همه اینا که رد صلاحیت کرد، بعد خامنه‌ای گفت نه کار درستی نکردید، نه چرا اینا رد صلاحیت، این میخواد تقصیرها رو بندازه گردن این آخوندهای دیگه، وگرنه همه کلک و بازی خودشون رو الان 14 سال مجتبی داره رهبری میکنه، رهبری رو هم آموزش دیده که هیچ، 14 سال اون داره رهبری میکنه،
14 سال علی خامنه‌ای صحبت میکنه و یک چیز اصلا خیلی موارد درک نمیکنه مشتبه است، ولی اینجا ذکاوت و زیرکی اقتصاد جهانی بود که به اینا یاد داد که آقا طرف نباید بیاد تو میدون مطرح بشه که براش چیزی در بیارن، چه بکنن چه بکنن. یهو هفته دیگه شما خواهید دید که از کنم خدمتتون که رئیسی را در همین ریاست جمهوری نگه خواهند داشت و جانشین رهبری، بعد خود خامنه‌ای هم دقیقاً آقای شرفی مثل کار خودش وقتی خودش میخواستن رهبر انتخاب کنن، همه تون دیدین دیگه ملت چی بگم به خدا فراموشکاری را، من اصلا نیستم، گریه کنید با حال اون مردمی که من رهبرش باشم. مگه نگفت برای خودش؟ خب برای مجتبه هم هفته پیش بیاره مدرسی گفته نه اسم مجتبه رو من نه چیز نکنید. اونا میگن آقای گفت ما رفتیم به انتخاب کردیم. اینه که مردم ساده لو، ای مردم ساده لو، ذکاوت، زیرکی، پختگی، سلحشوری، شورش نه ببخشید، نه فراموش کنید و نه گول بخورید ای مردم. بسیار از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو میکنم. همیشه قبراق و سرحال باشین و در مبارزه با این حکومت ددمنش آخوندی موفق و کامیاب. بسیار ممنون. شب خوش. مرسی از کارگردان برنامه. بسیار ممنون. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزدو، سیاوش عبستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.